هفته صبح هست در ایران، بیننده خبر بامدادی دهم اردیبهشت ماه هستید. من سمیرا قرایی هستم. نگاهی به مهمترین عناوین خبری. طرح سپاه پاسداران برای انجام 3 ترور در اروپا. نیروی قدس سپاه پاسداران تصمیم داشته یک شهروند اسرائیلی در استانبول، یک ژنرال آمریکایی در آلمان و یک روزنامه‌نگار را در فرانسه ترور کند. تأکید علی خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و حسن نصرالله بر تداوم اسرائیل ستیزی. 4 دهه دشمنی بیوقفه با اسرائیل به سود یا زیان چه کسانی تمام شده؟ افزایش بازداشت معلمان و کارگران معترض در آستانه روزهای معلم و کارگر. بیش از 580 تجمع کارگری در سال 1400 برگزار شده. و حملات خونین و زنجیره‌ای علیه غیر نظامیان در افغانستان. 50 تن دیگر بر اثر بمب‌گذاری در مسجد خلیفه کابل جان باختند. در خبری اختصاصی، منابع دیپلماتیک به ایران اینترنشنال گفتند نیروی قدس سپاه پاسداران قصد داشته در ترکیه، آلمان و فرانسه 3 ترور را انجام دهد. بنابر اسناد و اطلاعاتی که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، یک عضو یگان 840 نیروی قدس که در یک کشور اروپایی در بازداشت به سر می‌برد، اذعان کرده که برای تهیه مقدمات این ترورها 150,000 دلار دریافت کرده و بنا بوده پس از انجام قتل‌ها 1,000,000 دلار دیگر هم دریافت کند. این عضو نیروی قدس مأموریت داشته از رابطین خود در بین قاچاقچیان مواد مخدر برای انجام ترورها استفاده کند. او اذعان کرده که دستور داشته یک شهروند اسرائیلی شاغل در کنسولگری اسرائیل در استانبول را به قتل برساند. کشتن یک ژنرال ارشد آمریکایی در آلمان و یک روزنامه‌نگار در فرانسه بخش‌های دیگری از مأموریت سگانه ترور در اروپا بوده. از واحد 840 سپاه پاسداران به عنوان یگان ویژه یاد می شود که مأموریتش هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف غربی است. محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار، همراه من اینجا در استودیو. آقای سازگارا خیلی خوش آمدید. این خبر رو ما داریم در حالی میشنویم که بحث خروج سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا بسیار داغ هست. چرا ایران دنبال چه هدفیه؟ بر خیلی هم خبر تکان دهنده است، هم سوال مهمی رو شما میکنید که در بحبوحه‌ای که سپاه تو واشنگتن حسابی محل بحثه که از لیست تروریستای خط بخوره یا نخوره، که البته به نظر میرسه دولت بایدن هم داره کوتاه میاد برای برداشتنش، این ترور طراحی شده که انجام بشه. به نظرم نیروی قدس سپاه که در این خبر عامل این ترور هست، دو تا انگیزه میشه براش برشمرد که مذاکرات هسته‌ای به جایی نرسه. یکی اینه که نیروی قدس از کاسبای بزرگ تحریمه. میدونیم که رسماً گفتن 4.5 میلیارد دلار نفت بفروشه قاچاقی و غیر رسمی هم شاید میلیاردها بیش از اون این کار رو میکنه، دست کم در سال گذشته کرده. و عوامل نیروی قدس سپاه بسیار زینفعن در بودن تحریم. اما دومی که من به این هم قائلم این است که در نیروی قدس سپاه و رده های مختلفش روسیه نفوذ بالایی داره و میدونیم که روسان نمیخوان الان تحریم ها برداشته شه، نفت ایران به بازار جهانی بده، همون که اروپایی ها میگن گرو کشیده. و خب این عملیات، این کار در این مقطع میتونه که در جهت به هم خوردن هر نوع معامله هم با غرب باشه و اهرم انرژی رو که فعلا از معدود اهرمایی است که دست آقای پوتین هست براش نگه داره. آقای سازگار، اگر نگاه بکنیم به جزئیات این خبر، افرادی که حالا هدف قرار بوده که در واقع قرار بوده هدف قرار بگیرند، ژنرال آمریکایی، خبرنگار فرانسوی و یک دیپلمات اسرائیلی، چه جزئیاتی می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید که اینها به اون پروژه خونخواهی قاسم سلیمانی ارتباطی داره یا نه؟
قاعدتا اون جنرال امریکایی داره به اون. قبلا هم ما شنیده بودیم عملیات ناکامی، من الان حافظم یاری نمیکنه که کدوم کشور بود، ولی لا بلای بعضی اخبار دیده بودیم که طرحهایی رو نیروی قدس داشته برای اینکه جنرال امریکایی رو در یک جای ترور بکنه. قاعدتا ترور یک جنرال امریکایی اگر موفق میشدن حکومت ایران سر صدا میکرد که انتقام قاسم سلیمانی رو مثلا گرفتیم. آدم اسرائیلی هم کاملا قابل فهمه، برای اینکه اصولا در یک ماه گذشته همین نیروی قدس سپاه با هزینه شاید بیش از 25 میلیون دلار به سازمان‌های تروریستی فلسطینی دادن و اسرائیل توش 4 تا عملیات تروریستی شد. دست جمهوری اسلامی و نیروی قدس توی اون هست و ناامن کردن. آقای خامنه ای هم امروز در واقع کاملا پشتیبانی کرد از این عملیات. ولی اون خبرنگار رو من تا ندونادم کیه، الان هنوز این جزئیات منتشر نشده، نمیشه اظهار نظر کرد. چرا؟ میتونه خبرنگار ایرانی فرانسوی باشه، میتونه اسرائیلی فرانسوی باشه، میتونه کسی باشه که فرانسوی باشه ولی مقاله علیه جمهوری اسلامی نوشته باشه. ولی میدونید این قبیل کارها به فرض اگر موفق هم میشدن به شدت افکار عمومی و دولت‌های اروپا رو هم علیه جمهوری اسلامی کرد. همین الان هم این خبر وقتی به بالا بیاد و پخش بشه کشور افکار عمومی اروپایی ها رو متاثر میکنه و فشار میزنن روی دولتاشون. بله آقای سازگار، یکی دیگه از جزئیاتی که در خبر اختصاصی ایران اینترنشنال آمده این هستش که سپاه برای انجام این عملیات ترور از قاچاقچیان مواد مخدر میخواسته استفاده کنه. تحلیل شما چه؟ او بله بله، این سابقه داره. اون کیس معروف آقای ارباب سیر در امریکا که از سپاه باش تماس گرفته بودن بره با قاچاقچیا هماهنگی کنه برای ترور سفیر عربستان. بله. در واشنگتن. اصولا ببینید تروریست ها که جمهوری اسلامی شاید بزرگترین دولت تروریستی دنیاست، مدت هاست که با قاچاقچی ها همکاری های نزدیک در همه دنیا دارن، هم برای اینکه پاسپورت و نمیدونم جعلیات هر دو گروه احتیاج دارن، هم به پولشویی احتیاج دارن، هم عملیات مشترک در واقع دارن. و حالا این شبکه قاچاق جمهوری اسلامی، این شبکه تروریستی جمهوری اسلامی معلوم شده که خودش قاچاقچی هم هست. حزب الله لبنان همین یکی دو روز تو خبرها بود که باز دوباره در واقع با نخست وزیر ویرجین آیلند بریتانیا رو که امریکایی‌ها دستگیر کردن کوکائین می‌خواسته قاچاق بکنه با کمک دو نفر از اعضای حزب الله. قبلا هم داشتیم ایتالیایی‌ها محموله قاچاقی رو گرفتن که مال حزب الله بود، 1 میلیارد دلار قیمتش بود. بنابراین مدت هاست که جمهوری اسلامی با قاچاقچیا همکاری میکنه و در واقع بهتر بگیم این شبکه قاچاق تروریستی که دولت و حکومت جمهوری اسلامی درست کرده از کابل تا کاراکاس کشیده شده. خیلی متشکرم از شما محسن سازگارا، در استودیو من رو همراهی کردید. ممنون از شما. 89مین جلسه دادگاه حمید نوری روز جمعه در شهر استکهلم برگزار شد. دادستان برای حمید نوری که متهم به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 است، خواستار اشد مجازات شد. اشد مجازات برای این مقام قضایی پیشین ایران میتواند حبس ابد باشد. همزمان وزارت خارجه سوئد نیز از شهروندان این کشور خواسته تا از سفرهای غیر ضروری به ایران پرهیز کنند. همزمان با مراسم حکومتی روز قدس، علی خامنه‌ای با تمجید از آنچه که گسترش مقاومت فلسطینی ها نامید گفت اسرائیل دیگر از نفس افتاده است. رهبر جمهوری اسلامی عادی‌سازی رابطه برخی کشورهای عربی با اسرائیل را ساده لوحانه خواند. علی خامنه‌ای در عین حال کشورهای اروپایی و آمریکایی را متهم کرد که ضمن بی‌اعتنایی به فلسطین درباره هجوم روسیه به اوکراین به گفته او قوغا به راه انداختند.
حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه هم به مناسبت روز قدس اسرائیل را تهدید کرد. به گفته این مقام امنیتی، سپاه جمهوری اسلامی برای تهاجم اطلاعاتی علیه کسانی که بدخواهان انقلاب اسلامی نامیده قدرت سازی کرده است. فرمانده سپاه پاسدارانی در یک سخنرانی آنلاین برای گروهی از مردم غزه گفت اسرائیل با تهدیدات اساسی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اطلاعاتی مواجه شده است. همزمان سپاه پاسداران جدیدترین موشک‌های بالیستیک ایران را نیز در خیابان‌های تهران به نمایش گذاشته است. در وکالة حزب الله لبنان می‌گوید در صورت حمله اسرائیل به مواضع ایران در خاورمیانه، جمهوری اسلامی ممکن است به طور مستقیم به اسرائیل حمله کند. حسن نصرالله در عین حال تاکید کرد که مقدمات و زمینه‌های چنین حمله‌ای از سوی ایران بسیار زیاد است. سخنان حسن نصرالله در حالی بیان می‌شود که اسرائیل بارها مواضع جمهوری اسلامی یا گروه‌های مورد حمایتش در سوریه را مورد حملات سنگین قرار داده. آخرین جمعه ماه رمضان و رسانه‌هایی که یک پارچه مراسم حکومتی روز قدس را پوشش می‌دهند، خیابان‌های تهران و رژه موشک‌های زلزال، امادسه و خیبرشکن. علی خامنه‌ای هم در یک سخنرانی تلویزیونی عادی‌سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و اسرائیل را خیانت می‌خواند. پرسش اما اینجاست، آیا سیاست اسرائیل ستیزی ثمره‌ای برای منافع ملی ایرانیان داشته؟ شهره جولانی گزارش می‌دهد. در آخرین جمعه ماه رمضان، خیابان‌های تهران و چند شهر دیگر در ایران شاهد راهپیمایی به مناسبت روز قدس است. راهپیمایی با پرچم‌هایی که نشان از آرمان روز قدس در جمهوری اسلامی دارد. از صدور انقلاب، از ارتش فرامرزی سپاه پاسداران و فرمانده آن تا شبه نظامیان مورد حمایت و قدرت نمایی موشکی. درباره مسائل قدس و فلسطین سخنرانی تلویزیونی رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت این روز به زبان عربی است با ترجمه فارسی. او میگوید خطابش دنیای اسلام است، به خصوص دنیای عرب، و به زبان عربی سخن خواهم گفت. امروز خطاب من به برادران فلسطینی و همه دنیای اسلام به خصوص دنیای عرب است. اما پیام او انتقاد و محکومیت این کشور هاست. نحن ندین التوجه الخیانی للتطبیع، ما حرکت خیانت آمیز عادی سازی را محکوم میکنیم. التوجه الخیانی للتطبیع، سیاست تطبیع پذیری را محکوم میکنیم. و ما قالته بعض الحکومات العربیه لامریکا، دولت‌های عربی به آمریکا گفتند در حل مسئله فلسطین شتاب کند. در حالی که بسیاری از کشورهای خاورمیانه و کشورهای منطقه به دنبال عادی کردن روابط سیاسی و گسترش مناسباتشان هستند، رهبر جمهوری اسلامی همه را به انزوا فرا می‌خواند. دنیای عرب ننگ آفریدند. ثانیاً سذاجتاً ما بعدها به خرج دادند. لأن الأعمى كما قيل لا يستطيع أن يقود أعمى، زیرا کور نمیتواند اساکش کور دیگر شود. برنامه صدور انقلاب اسلامی و تسخیر قدس یکی از محورهای سیاست خارجی ایران پیشینه‌ای طولانی دارد. 43 سال پیش با نامیدن روزی به نام قدس، بنیانگذار جمهوری اسلامی خطاب به همه مسلمان‌های دنیا گفت اگر یک هیاهوی از تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک که روز قدس است، همه ملت ها قیام بکنند، همون که حالا همون تظاهرات همون راهپیمایی ها را بکنند، این مقدمه میشد از برای اینکه انشاءالله جلوی این مفسدین را ما بگیریم و کلک اینها از بلاد اسلام کنده بشد. اینها تا فرات میخوان برند، اینا همه اینجا را ملک خودشون میگن. چهار دهه پیش برای حکومتی که تازه در ایران به قدرت رسیده بود، روز قدس به گفته بنیانگذار آن روزی بود که بیرق جمهوری اسلامی باید در سراسر کشورها برافراشته شود. اما امروز به جای آن پرچم‌های مقاومتی و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران
در تهران در اهتزاز بیشتری است. شهره جولانی، لندن. همکارم مراد ویسی همراه من در استودیوس. بیشتر بپردازیم به این سیاست اسرائیل ستیزی مراد که از خمینی تا خامنه‌ای 44 سال جمهوری اسلامی ادامه داده. چرا همچنان علی خامنه‌ای دنبال این سیاست اسرائیل ستیزی است؟ اول فراموش نکنیم جمهوری اسلامی معادل ایران نیست. جمهوری اسلامی با ایران فرق داره. اونی که با اسرائیل دست سر تضاد و دشمنی داره و میخواد اسرائیل نابود کنه جمهوری اسلامیه، ایران نیست. چطور؟ شما یک حالت فرضی رو در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی نباشه. ما ایرانی ها چه دشمنی با اسرائیل داریم؟ اسرائیل مثلا میخواد ایران رو تجزیه کنه، میخواد ایران رو یک تیکش رو ببره، اختلاف ارضی داره. نه، هیچی نداره با ایران. اگر جمهوری اسلامی نباشه ایران چرا باید به حزب الله کمک کنه؟ چرا باید به حماس و جهاد موشک بده که بزنن به اسرائیل؟ چرا باید به هشت و شبی کمک کنه که شعار علیه اسرائیل بده؟ پس اونی که با اسرائیل در حال تضاده جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی هم امروز 80-90% موقع میگیم جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه‌ای و فرماندهی سپاه. و علی خامنه‌ای به این دلیل و نظام جمهوری اسلامی به این دلیل آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی رو ادامه میده، چون تحت عنوان وجود یک دشمن خارجی هر بی کفایتی و هر بی لیاقتی و هر مشکلی رو در داخل توجیه میکنه، میگه دشمن داریم. آقای خامنه‌ای هم در 1786 سخنرانی که در 32 سال گذشته انجام داده، بعید میدونم از کلمه دشمن با آمریکا کلمه بیشتر استفاده کرده باشه. در واقع تو سنگر آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی وایساده، از این سنگر نمیاد بیرون که هر بی کفایتی، هر مشکلی و هر بی لیاقتی رو توجیه بکنه. مراد، حالا گذشت از این که ملامت بکنن اسرائیل رو به عنوان دشمن برای مشکلات داخلی، میخوام در رابطه با منفعت‌هایی که مثلا ممکنه سپاه پاسداران ببره، منفعت مالی حالا شاید، از این اسرائیل ستیزی برامون بگی. همه جوره سپاه پاسداران منفعت‌های بسیار و متنوعی در ادامه آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی داره. با وجود آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی، سپاه پاسداران به مهمترین بازیگر سیاست خارجی ایران تبدیل شده. مسئله آمریکا دست سپاس، مسئله اسرائیل دست سپاس، ایران عربستان دست سپاس، بحرین دست سپاس، لبنان، سوریه، غزه، حماس، جهاد اسلامی، حوثی‌ها، همه دست سپاس. پس با وجود آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی این امکان فراهم میشه که وزارت خارجه بره کنار، سپاه بشه مهمترین بازیگر سیاست خارجی. کلی هم توش پول و منافع است. و وجود آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و تحریم‌ها باعث میشه که سپاه پاسداران در دور زدن تحریم‌ها بگه من دور میزنم. و دور زدن تحریم‌ها یعنی خارج شدن از جاده شفافیت مالی، خارج شدن از جاده مالی بانکی بین‌المللی و فراهم شدن امکان برای فساد و بالا کشیدن پول. هم خود سپاه نفع مالی داره و هم فرمانده‌های سپاه. ضمن اینه که ادامه اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی سپاه رو به یکی از بزرگترین بازیگر سیاست داخلی، به یکی از بزرگترین بازیگر اقتصادی و به بزرگترین بازیگر در سیاست خارجی تبدیل کرده. خب حالا با این اوصاف اصلا میشه روزی رو تصور کرد که این سیاست بخواد تغییر بکنه؟ فکر نمی‌کنم. آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی برای خامنه‌ای و فرمانده سپاه مثل یک گاو پرشیرده میمونه. هم با خامنه‌ای هم به سپاه، هم شیر پرچرب سیاسی بهشون میده، هم شیر پرچرب اقتصادی، تا روزی که خامنه‌ای زنده است و سپاه به امر خامنه‌ای همه کار کشوره. آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی ادامه پیدا میکنه، چون منافع آقای خامنه‌ای و سپاه در اینه. بله، خیلی متشکرم از شما همکارم مراد ویسی، در استودیو من رو همراهی کردید. بنا به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ساعتی پیش یک محافظ امنیتی در حمله تروریستی به شهرکی در کرانه باختری کشته شد. گروه حماس ضمن ستایش این حمله آن را یک عملیات قهرمانانه و پاسخی طبیعی به شهرک نشینان اسرائیلی خواند. تصاویر دوربین‌های مداربسته در محل حادثه نشان می‌دهند که راننده و سرنشین یک خودرو به سمت پست نگهبانی شلیک و سپس محل را ترک کردند. منابع اسرائیلی می‌گویند نیروهای امنیتی با مسدود کردن جاده‌ها تلاش برای یافتن افراد مهاجم را آغاز کردند.
ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق میگوید در جریان پنجمین دور از مذاکرات ایران و عربستان سعودی در شهر بغداد طرفین بر سر یک نقشه راه برای مذاکرات بعدی توافق کردند. به گفته آقای مسجدی روند مذاکرات آتی روشن خواهد کرد که آیا سفارت‌های دو کشور بازگشایی خواهند شد یا خیر. به گفته سفیر ایران دو کشور فعلا در مرحله اعتمادسازی‌اند. ایران و عربستان سعودی تاکنون 5 دوره گفتگو در بغداد پایتخت عراق برگزار کردند. بیننده و شنونده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. مروری بر مهمترین عناوین خبری. طرح سپاه برای انجام 3 ترور در اروپا. نیروی قدس سپاه پاسداران تصمیم داشت یک شهروند اسرائیلی در استانبول، یک ژنرال آمریکایی در آلمان و یک روزنامه‌نگار را در فرانسه ترور کند. علی خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و حسن نصرالله بر تداوم اسرائیل ستیزی تاکید کردند. و در ادامه خبر بامدادی، بازداشت معلمان و کارگران معترض در آستانه روزهای معلم و کارگر افزایش یافته. و حملات خونین و زنجیره‌ای علیه غیرنظامیان در افغانستان، 50 تن دیگر بر اثر بمب‌گذاری در مسجد خلیفه کابل جان باختند. خواهر عماد شرقی، زندانی دو تابعیتی در ایران، از دولت آمریکا خواست تا برای بازگرداندن برادرش و کسانی که در ایران به گفته او به گروگان گرفته شدند بیشتر تلاش کند. خواهر این زندانی در این حال بار دیگر بر درخواستش برای ملاقات حضوری با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد. عماد شرقی، بازرگان و سرمایه‌گذار ایرانی آمریکایی، به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شده. تا کنون بیش از 73,000 امضا کننده به کارزاری پیوستند که خواستار اقدام جدی آلمان برای آزادی جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران است. این کارزار با انتشار نامه سرگشاده با اشاره به ربودن و اعدام روح الله زم از وزیر خارجه آلمان خواسته است برای آزادی آقای شارمهد دست به اقدامی فوری بزند. جمشید شارمهد در 18 ماه گذشته از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی حبس است. افزایش احضار و دستگیری فعالان کارگری و معلمان در ایران در آستانه روزهای معلم و کارگر. همزمان خبرگزاری هرانا در گزارشی از برگزاری دستکم 589 تجمع کارگری و 1741 تجمع صنفی در سال گذشته خبر داده. جزئیات بیشتر از همکارم محمد غلام ابوالفضل. موج جدید دستگیری فعالین صنفی کارگری و معلمان در ایران در آستانه روز معلم و روز کارگر. احضار و بازجویی نوروز رشیدی و قدرت قاسمی، دو فعال صنفی معلمان در یاسوج. بازداشت و بازجویی از غلامرضا شریفه، معلم بازنشسته و فعال صنفی توسط اداره اطلاعات سنندج. و احضار 4 تن از معلمان و فعالان صنفی در استان خوزستان در هفته گذشته تنها بخشی از اخباری است که از بازداشت فعالین صنفی معلمان منتشر شده. انتشار فیلم دستگیری همراه با خشونت علی حسن بهامین در یاسوج در شبکه‌های اجتماعی و همچنین دستگیری احمد تقوی، فعال صنفی معلمان در ابهر، و انتقال او به مکانی نامعلوم از جمله این اخبار هستند. 148 نفر از فعالین صنفی معلمان هم با صدور بیانیه‌ای نسبت به دستگیری‌ها و احضارهای اخیر واکنش نشان دادند. این 148 نفر در بیانیه خود گفتند حاکمان و مسئولان جمهوری اسلامی با نقض حق تجمع و حق اعتراض معلمان، به خصوص در یک ماه گذشته، فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی معلم را افزایش داده و در پی برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز سراسری بسیاری از این معلمان را احضار، تهدید و مورد بازجویی قرار دادند. در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به احکام 8 سال زندان برای مهدی فتحی در استان فارس،
5 سال زندان برای رسول بوداغی در استان تهران و 4.5 سال زندان برای جعفر ابراهیمی در استان البرز بر افزایش فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر معلمان در آستانه روز معلم تاکید کردند. معلم زندانی آزاد باید. این دستگیری‌ها در حالی در آستانه روز معلم توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی رخ می‌دهد که فعالین صنفی معلمان در سال گذشته 2 تجمع اعتراضی سراسری و امسال 1 تجمع سراسری اعتراضی در جهت طرح مطالبات صنفی خود و همچنین درخواست از دولت برای پرداخت معوقات و مطالبات معیشتیشان برگزار کردند و گفتند به اعتراضات خود تا تحقق مطالباتشان ادامه خواهند داد. از سوی دیگر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در حوزه کارگری نیز در روزهای اخیر و در آستانه روز کارگر در شهرهای مختلف اقدام به دستگیری و بازجویی و پرونده‌سازی برای شماری از فعالین صنفی کارگری کردند. خبرگزاری هرانا در همین ارتباط از دستگیری گروهی از فعالین صنفی کارگری در سنندج خبر داده. اداره اطلاعات استان کردستان این افراد را به عنوان اعضای حزب کموله کردستان نام برده. این در حالی است که حزب کموله با انتشار بیانیه‌ای گفته این افراد اعضای این حزب نبوده و از چهره‌های سرشناس کارگری در استان کردستان هستند. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه‌ایشان به نشانه اعتراض به خیابان‌ها رفتند. برخی از این کارگران گاه تا 30 ماه حقوق پرداخت نشده از سوی کارفرما را طلب دارند. بر اساس این گزارش بیش از 45 هزار کارگر معوقات مزدی خود را دریافت نکردند. محمد غلام ابوالفضل، واشنگتن دی سی. محمود احمدی فعال کارگری و عضو کنگره سراسری اتحادیه کانادا از تورنتو همراه ماست. آقای احمدی خیلی خوش آمدید. در آستانه روز معلم و روز کارگر هستیم. بازداشت معلم‌ها و کارگرها افزایش پیدا کرده. تحلیل شما چه هست؟ با سلام به شما و بینندگان برنامه‌تون و همچنین با تبریک برای اول ماه مه. نکته ای که مطرحه این که رژیم جمهوری اسلامی، رژیم اعدام، سنگسار، رژیم دستگیر کنندگان معترضین هست. اگه دستگیری صورت نگیره جای تعجب داره. بگذاریم از این که در عرض 43 سال گذشته هر ساله جنبش کارگری سعی کرده اول ماهمه رو برگزار بکنه به صور قدرتمند و علارغم دستگیری هایی که صورت میگیره همیشه قبل از اول ماهمه ها، علی‌رغم این دستگیری‌ها همواره اول ماهمه با قدرت درون جامعه ایران برگزار می‌شد. اول ماهمه امسال به یک معنا ویژه است، برای اینکه ما در سال گذشته با اعتراضات وسیع معلمان روبرو بودیم، با اعتراضات وسیع بازنشستگان روبرو بودیم، با اعتراضات وسیع جنبش کارگری روبرو بودیم، در سطح جامعه با اعتراضات وسیع جنبش دادخواهی روبرو بودیم. رژیم جمهوری اسلامی به خاطر ترسش، به خاطر وحشتش و میدونه که توازن قوا عوض شده و به خاطر اینکه سعی بکنه که اول ماهمه با قدرت برگزار نشه، دست به این دستگیری‌های وحشیانه زده. بگذاریم که همواره اول ماهمه نشون دهنده همبستگی و اتحاد و قدرت طبقه کارگر است، نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا. آقای احمدی، بسیاری از اعتراضات کارگری که در گوش و کنار ایران بوده، در اعتراض به وضعیت معیشتی بوده، در اعتراض به نگرفتن حقوق بوده، با این اوضاع گرونی که خب ما هر روز در خبرها داریم، کارگران چطور اصلا زندگیشون رو میگذرونند؟ مسئله گذروندن زندگی نیست، مسئله زنده موندنه. یعنی حتی اگه دستمزدها هم پرداخت بشه، دستمزدهای با درصد بسیار زیر خط فقر، چه کسی میتونه با اون دستمزدها زندگی بکنه؟ به یه اعتبار مسئله دستمزدهای ناچیز و به یه اعتبار مسئله دستمزدهای معوقه، قتل تدریجی طبقه کارگر و همه مردم زحمتکش درون جامعه ایرانه.
این رو باید به رسمیت شناخت و به این اعتبار رژیم جمهوری اسلامی دست به قتل دست جمعی خانواده های کارگری میزنه. منتها این خصوصیات جامعه تحت سلطه است. تو جامعه تحت سلطه حتی زمان دوران گذشته هم به همین شکل بوده. تو جامعه تحت سلطه مکانیزمش کار ارزان کارگر خاموشه، برای اینکه به بهترین شکلی بتونن کارگر رو استثمار بکنن و به بهترین شکلی عملا نشون بدن که میتونن کارگر رو خفه بکنن و به این اعتبار کار ارزان داشته باشن. ولی کور خوندن هم در دوره گذشته و هم در دوره کنونی، علارغم دیکتاتوری بسیار وحشیانه کار ارزان بود، کارگر خاموش نبود. همونجوری که شما هم تو گزارشاتون به خوبی نشون دادین، ما با اعتراضات وسیع کارگری هر روزه در سطح جامعه ایران رو برو هستیم. چجوری اینا میتونن جنبش طبقه کارگر رو خفه بکنن؟ این یک جنگ طبقاتی درون جامعه ایران و طبقه کارگر داره به طبقه سرمایه‌دار میگه ما خفه نمیشیم، ما اجازه نخواهیم داد. ماهایی که سازندگان تاریخ هستیم، ماهایی که سازندگان جامعه هستیم، شما در نظر بگیرین اگه یه روز کارگر تو ایران و سراسر دنیا یه روز کارگر دست از کار اگه بکشه، تمام اقتصاد میخوابه، جامعه نابود میشه، نمیتونه فانکشن داشته باشه. میبخشید مثل این وقت هم تمومه. به این اعتبار ما برای همین با اعتراضات وسیع کارگری روبرو خواهیم هستیم و خواهیم بود و سال آتی هم به همین شکل خواهد بود و این جنگ طبقاتیه که برندهش در وهله آخر طبقه کارگر خواهد بود و سیستم سرمایه‌داری رو نابود خواهد کرد. بله، خیلی متشکرم از شما محمود احمدی، فعال کارگری. خواهیم. بریتانیا 8000 نفر از نیروهای خود را برای شرکت در یک رزمایش سراسری که با هدف مقابله با تهاجم روسیه صورت می‌گیرد به اروپای شرقی اعزام خواهد کرد. وزارت دفاع بریتانیا با اعلام این خبر گفته است که تا تابستان امسال علاوه بر هزاران سرباز، ده‌ها تانک نیز در کشورهایی از جمله فنلاند تا مقدونیه شمالی مستقر خواهند شد. به گفته یکی از فرماندهان ارتش بریتانیا، این کشور سهم قابل توجهی در بازدارندگی روسیه و دفاع از اروپا دارد. دو حزب دموکرات و جمهوری خواه روز جمعه وارد یک کشمکش جدید سیاسی شدند، در حالی که روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا برای کمکی 33 میلیارد دلاری به اوکراین از کنگره تقاضای بودجه کرده بود. روز جمعه دموکرات‌ها اعلام کردند که قصد دارند این طرح را با طرح کمک اقتصادی کرونا گره بزنند. جمهوری خواهان کنگره اما با پیوند زدن این دو طرح مخالفند. همکارم آرش اعلایی گزارش می‌دهد. سرنوشت بودجه 33 میلیارد دلاری درخواستی کاخ سفید در کنگره آمریکا گره خورده. داستان از اونجا شروع میشه که روز پنجشنبه جو بایدن در یک کنفرانس مطبوعاتی جلوی خبرنگاران ظاهر شد و گفت جنگ ارزان نیست، اما هزینه سرخم کردن به پوتین بیشتر از این خواهد بود که آمریکایی‌ها بخوان دست رو دست بذارن. بنابراین درخواست کرد از کنگره آمریکا که 33 میلیارد دلار کمک اضافی به دولتش قرار بده، برای اینکه 20 میلیارد اونو خرج تسلیحات نظامی برای اوکراین بکنه و 13 میلیارد دلار دیگه هم برای کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه در نظر گرفته شده بود. ابتدا دموکرات‌ها بسیار استقبال کردن. روز پنجشنبه استقبال دموکرات‌ها از این طرح بسیار زیاد بود، اما در روز جمعه یه مقدار داستان تغییر کرد به خاطر اینکه مشخص شد که دموکرات‌ها دارن سعی می‌کنن که این طرح دولت بایدن رو پیوند بزنن به یک طرح دیگر که در مورد کمک اقتصادی کووید داخلی در آمریکا هست. جمهوری‌خواهان با این کمک اقتصادی موافق نیستن و الان کارشناسان میگن این حرکت دموکرات‌ها برای اینکه این دوتا طرح رو به هم دیگه پیوند بزنن یک ترفند سیاسی است، برای اینکه الان نگفتن به این طرح معادل بله گفتن به پوتین خواهد بود برای جمهوری‌خواهان و به این سادگی برای اونها تموم نخواهد شد. با توجه به اینکه کارشناسان اشاره میکنن کارزار انتخابات میان دوره 2022 در آمریکا بسیار نزدیک است و سرنوشت مجلس نمایندگان و سنا هم در این انتخابات حداقل تا دو سال دیگه مشخص خواهد شد. نشریه پولیتیکو گفته که این میزان کمک کاخ سفید برای مبارزه با تهاجم روسیه به اوکراین در تاریخ آمریکا بی سابقه است
و نشریه نیویورک تایمز هم گفته که این مبلغیه که از بودجه دفاعی بعضی از کشورها هم حتی بیشتره. با این حال فعلا کاخ سفید به نظر نمیاد واکنشی نشون داده باشه به طرح دموکرات‌های کنگره برای اینکه بخوان این دو طرح کووید، طرح اقتصادی کووید و طرح اوکراین رو برای اینکه بخوان تهاجم روسیه رو باشه مقابله کنن رو به هم دیگه پیوند بزنن. آرش علایی از مقابل ساختمان کنگره آمریکا. بعد از ظهر جمعه به وقت محلی در پی حمله انتحاری به خانقاه صوفیان اهل سنت کابل، پایتخت افغانستان، دست کم 50 تن کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. این حمله در ادامه حملات اخیر در مکانهای تجمع شهروندان عمدتاً شیعه یا هزاره در افغانستان در 10 روز اخیر رخ داده است. روز پنجشنبه بر اثر انفجار یک اتوبوس مسافربری در مزار شریف 9 تن از مسافران کشته شده بودند. پیش از آن در 1 اردیبهشت ماه هم 33 تن در انفجار مسجدی در مزار شریف جان باخته و روز بعد از آن 10 تن در پی یک انفجار انتحاری دیگر در ولایت قندوز کشته شدند. آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیت ملی در انستیتوی سیاست جهانی از ویرجینیا همراه ماست. آقای یقین، این انفجارهای زنجیره‌ای به نظر شما با چه هدفی داره صورت میگیره در افغانستان؟ ببینید، اگر باور داشته باشیم که داعش که به نوع خودش هم به جمع خود میگیره این عملات، قبل داشته باشیم داعش، هدف داعش مشخص است که میخواد یک خلافت اسلامی رو به وجود بیاره، چی در مناطق آسیای مرکزی، چی در افریقا در منطقه ساحل و چی در مناطق شام و عراق و اینها. بهترین حالتی که برای داعش میخواد بتونه خلافت درست کنه و به حساب قدرت بگیره یک کشوری هست که در او دولت نباشه و به نوع بتونه، چنانچه ما در عراق دیدیم، جنگ های مردمی باشه، جنگ های قومی و جنگ های مذهبی باشه و او بتانه در همونجا موجودیت خود پیدا کنه. در ضمن داعش در 20 سال گذشته زیر چتر طالب همه جنگیدن و حال به نوع میخواه خور جلب سرمایه گذاری کنه، جلب اعضای جدید کنه و به نوع منطقه جدید به خود پیدا کنه که از اونجا بتانه گسترش پیدا کنه. آقای یقین، فکر میکنید که این انفجارها اگر که بشه عنوان هدفمند رو بر اونها گذاشت که مشخصاً هزاره ها و شیعیان رو هدف گرفتن، چه نتایج سیاسی و اجتماعی بر جامعه افغانستان بگذارند؟ اول خب نشان از این میده که جنگ در افغانستان ختم نشده، بلکه متاسفانه از یک جنگ کمیشه در 40-50 سال اخیر بود، یک جنگ بیشتر جیوپولیتیک یا جنگ بر قدرت ها بود و یا گروه هایی که در افغانستان با هم دیگر می جنگیدن، حال یک جنگ به نوع به جنگ مردمی میره و به جنگ که در گذشته حال درست بود که مثلا التشیع در افغانستان در همه نظام ها حقشان داده نمیشد، ولی چنین حالت که مشخص یک گروهی، یک مذهب مشخص در افغانستان تحت فشار باشه و به این رقم مثلا دست جمعی مردم بیگناه کشته شوند، این جدید است به افغانستان. و از نگاه سیاسی هم ببینین، منطقه به نوع باور داشت که همه همدست شده بودن، حال چی ایران، چی پاکستان، روسیه، چین، که کوشش کنن امریکا از این منطقه بیرون شوه و باور داشتن که دولت جدیدی که در اینجا بیایه با او میتونن کنار بیاین، ولی حال متوجه میشن که امنیت اونها هم در خطر است. ما در همین هفته در روسیه دیدیم که امروز جلسه شورای امنیت شد، ایران در هفته گذشته دیدیم که اعلان کرد که باید دست به عمل شوه، ما پاکستان میبینیم که دست به اقدامات میشه و هندوستان هفته قبل چنانچه جلسه داشتن. بنابراین کشورها از دیدگاه از این که بخواهن حل مشکلات افغانستان بکنن بیشتر به سمتی میرن که دفاعی میشن و باعث میشه که افغانستان از یک دیدگاه حل سیاسی به او دیده دیگه نمیشه، بلکه هر کشور میخواهد دفاع کنه و به نوعی هم جنگ های پروکسی هم میشه. فراموش نکنیم که بعضی کشورها در مقابل همدیگر میره استفاده میکنن.
آقای یقین، آیا میشه این ادعا رو کرد که در واقع داعش خراسان مشخصاً قصد یک پاکسازی حالا قومی داره و مشکلی که داعش خراسان داره مثلا با هزاره ها و شیعیان چه هست؟ اگه کوتاه بفرمایید. داعش برخلاف مثلا افغانستان، طالبان که میخواستن افغانستان رو کنترل کنن یا القاعده میخواست جامعه بین المللی با غرب جنگ داشت، هدف داعش اصلی همون خلافت اسلامی است. در خلافت اسلامی فقط علت تصنع وجود داره و از دیدگاه از اونا و در منطقه که آسیای مرکزی هستن، پاکستان علت تشیع داره، ایران اکثریت تشیع است، افغانستان است، این منطقه هست که به اینا میخوان یک جنگ مذهبی رو به وجود بیارن که متاسفانه ما اگر کشورها همدگر نشن و مبارزه عمومی با همدگر نکنن، به مو سمت متاسفانه ما میریم، چنان که عراق در سالهای 2010 و 2012 رفت داره میشه. بله، خیلی مشکرم از شما آرش یقی. موزه زمین آرام در نیویورک برای نخستین بار در جهان نمایشگاهی محیط زیستی با استفاده از تکنولوژی بزرگ نمایی واقعیت برگزار کرده. هدف از این نمایشگاه افزایش هوشیاری جمعی در برابر تغییرات اقلیمی است. بازدید کنندگان در اتاقهای عظیم از میان آثار غول‌پیکر عبور می کنند تا هم از زیبایی طبیعت لذت ببرند و هم مسئولیت خود در قبال آن را به یاد بیاورند. ممنونم که در خبر بامدادی شنبه 10 اردیبهشت ماه من رو در استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن همراهی کردید. تا بعد.